خب بعد از ESLint چیزی دیگه ای که خیلی رایجه و ما توی پروژه هامون حتما میام ستاپش میکنیم معروف هست به پرتیر خب پرتیر باز دوباره میتونیم بیایم اینجا سرچش بکنیم و همونطور که از اسمش هم میاد کارش اینه که میاد به صلاح کدمون رو فرمت میکنه به شکلی که میخوایم ما پرتی بشه یعنی زیبا بشه خب ESLint می اومد چیکار میکرد؟ در اصل می اومد بررسی میکرد که سینتکس ما از نظر جاوا درست باشه. هرچند که یه سری از کارهایی هم انجام میده که به نظر میاد میاد می مثلا زیباتر میکنه کد رو ولی پرتیر کارش اینه که در اصل بیاد و فقط پرتی بکنه کد رو و کمتر روی اینکه ما چه سینتکسی رو استفاده کردیم تمرکز کنه. خب همونجور که میاد خب باز دوباره میتونیم توی نوت ماژولا سرچش بکنیم و اینجا به این عنوان میاد که مثلا فرض کنید که اگر این اینپوتتون این باشه و چندین تا توی یک خط باشه میاد و خب پرتیش میکنه و این رو قرار میده در اصل روی چند خط این یکی از کارهایی که توی پرتیر انجام میشه و خب باز اینجا مثالهاش هستش که خب چجوری میشه نصبش کرد و غیره خب برای اینکه بخوایم نصبش بکنیم یادتونه یه اسمی از یارن هم آوردم اینجا خب مثالش رو با یان هم آورده که میشه با یان هم استفادهش کرد خب من میخوام بیام و از همین حالتی که داخل سیو د و صلاح توی دو dیپنdنسیeز با پرتیر هست استفاده کنم اینجا باز دوباره بعدش میگه که میتونید بیایید و خب اینجا پرتیر رو بگیرید و به این روش شروع کنید که حالا اون تنظیماتی که برای پرتیر میخواید رو داشته باشید خب من میتونم همین مراحل رو برم بعد از اینکه پرتیر نصب شد انتظار دارم که توی پکیج دا جیسون چیزی به عنوان پرتیر بیاد و ورژن 2.3ش هستش که حالا داره نصب میشه خط بعدی که اجرا کنم دات رو ایجاد کرد که خب این در اصل اینه که تنظیماتی که من میخوام انجام بشه خب از جمله چیزایی که من لازم دارم اینه که پرتیرم ام رو بیام و ستاپش بکنم توی پروژه که بخوام حالا ازش استفاده کنم خب خوبه که بیام اینجا داخل اکستنشنز و اینجا سرچ بکنم پرتیر خب میخوام خود وی اس کد هم متوجه باشه که پرتیر دارم اینجا میتونید نصبش بکنید اینیبلش بکنید و بعد از اینکه اینیبل شد شما اگر داخل مثلا فایل های جی برید میبینید که چیزی به عنوان پرتیر هم اینجا میاره و اینجا قرار گرفته خب یعنی اگر من مثلا بیام و فانکشنی اینجا تعریف کنم مثلا اسمش رو بذارم New Handler و متغیرهایی رو بهش بدم مثلا فرض کنید به اسم پارامتر وان و مثلا تو خب من مثلا میتونم به این شکل پارامترها رو بدم و بعدش مثلا بگم که اگر پارامتر وان برابر با مثلا احسان بود ریترن کن ترو یه فانکشنی که حالا کار رندوم میکنه و اگر ذخیره رو بزنم میبینید که خب این شکلی هستش که اینجا برای من ESLint اومد مرتبش کرد و اینجا میتونم بهش بگم که مثلا نیو هندلر رو هم کال کن و به این شکل خب بگه که این استفاده هم شد خب اینجا من اگر حالا بیام اینجا یه اینترام بزنم مثلا میونه که ساختاری و داره اینجا به من نشون میده وقتی ذخیره میکنم اسلیم دیگه به من خطایی رو نشون نمیده و میگه که خب این خوبه از نظر جاوا اسکریپتی ولی اگر بیام اینجا حالا با این دستور npx prettier بیام و این رو اجراش بکنم به من نشون میده که میگه که شما داخل ESLint.json اون نیومدی اولا پرتیر رو کانفیک بکنی دوم این اینکه یه ای سری ایرادات هستش که شما پرتیرت به نظر میاد ایراد داره و خب بهتره که اینا رو درستش بکنی خب پس لازمه که ما این سری تنظیمات هم انجام بدیم پرتیر با ESLint در اصل بیاد اول مچ بشه خب برای اینکه این, این کار انجام بدیم اینجا در قسمت ESLint و other linters اوورده که شما چجوری میتونید پرتیر رو به ESLint اضافه بکنید با دوباره دستور npm install داریم برای اینکه یه پکیج جدیدی رو باید نصب کنیم پس من میتونم بیام اول این رو بذارم و خب دوباره داخل پکیج را جیسون هم. میبینید که ای ESLint config پرتیر اضافه شد خب پس اینجا یه سینتکس دیگه ای اینه که دوباره میگه بیا داخل ESLint RC تون پرتیر رو هم اضافه کنیم پس من میام داخل ESLint RC بعد از اینکه اکستنز من حالا هر چیز دیگه ای هست میام یه دونه پرتیر هم اضافه میکنم خب پس من اومدم یه تنظیماتی رو قرار دادم که ESLint من اول بیاد پرتیر رو هم بیاد و متوجه بشه که چه کاری داره انجام میشه خب پس کار دیگه ای که لازم دارم اینه که بیام داخل پرتیر هم بگم خب چه رول هایی من لازم دارم رعایت بکنم پس کانفیگوریشن فایلی که داخل پرتیر هست میخوام ببینم چه تنظیماتی رو داشته باشه اینجا وقتی که داخل کانفیگوریشن فایل میزنم یا آپشنز رو اگر بزنید بهتون نشون میده که چه هایی دارید من تو کانفیگوریشن فایلم میام میگم که خب این جیسون مثلا مثلا به نظر میاد که چیز خوبیه میتونم از این استفاده کنم بذارمش اینجا تپ فمو یعنی اون مقداری که تب میزنید وقتی خط بعدی رو ایجاد میکنید مثلا میذارم دو و حالا اگر ذخیره کنم بیام اینجا بزنم میام اینجا و داخل این فایلم حالا اگر بیام و ذخیره رو بزنم انتظار دارم که این استایل من رو یه مقداری درست سرش بکنه خب ما چون داخل سیتینگز هم فرمت آن سیف رو داشتیم من اینجا میام یه ذخیره میزنم میبینید که خودش بر من استایل رو علاوه بر اینکه که ای اسلینت درست شده میاد برای من اینا رو یه خط میکنه و خب این باعث میشه که مثلا فرض کنید داخل پروژه بزرگ چند تا دیولپر دارن روی کد کار میکنن و خب یه دیولپری ترجیح میده که مثلا فرض کنید اینجا اینتر بزنه یه دیولپری ترجیح میده که مثلا پرانتز خط بعدی باشه خب این باعث میشه که شما یک کد ثابتی رو نداشته باشید و استایل پروژه تغییر کنه علاوه بر ای اسلینت که خب یعنی سینتکسش درست باشه میخواید مطمئن بشه که همه اینا رو داخل یه خط میزنن پس اگر پرتیر رو کانفیک بکنید این خودش باعث میشه که این کار انجام بشه یا اگر مثلا فرض کنید که یکی اومده تبش چهار تا اسپیس داره شما چون گفتید دو تا اسپیس داخل تب وید داخل پریتر آر سیتون اینا همه تبدیل به دوتا میشه خب پس این باعث میشه که ما همین الان مطمئن بشیم که پروژه‌ای که داریم میزنیم اون ساختاری ها که میخوایم داره استایل پروژه خیلی در از ثابت داره بین برنامه‌های مختلف رعایت میشه و باعث میشه که خب کدی که میزنیم در نهایت خیلی تمیزتر باشه خانایی بیشتری داشته باشه و خب ایراداتش هم کمتر باشه